سرخط خبرها. شناسایی بیش از 3000 مبتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته. روحانی میگوید سخت گیری ها بیشتر میشوند. و به استانهای دیگر سفر نکنه و حالا اگر کسی هم بخواد این رو اجرا نکنه این بار یه مقدار سختگیرانه باش برخورد میشه، جلوش گرفته میشه. من رفت آمد در کابل، ادارات دولتی هم برای 3 هفته تعطیل شدن. پایان قرنطینه کامل شهر منشأ کرونا، ورود به ووهان چین دوباره مجاز شد. و موسیقی علیه کرونا، بابی واین خواننده اوگاندایی مردم را با ترانه آگاه میکند. سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. 9 فروردین برابر با 28 مارس. رئیس جمهوری ایران از سختگیری بیشتر با کسانی خبر داده که طرح فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند. طرحی که از دیروز اجرا شد و بیشتر شامل محدودیت در مسافرت و محل کار است. حسن روحانی همچنین گفته هر کسی به بیماری ناشی از ویروس کرونا مبتلا شود 90% مخارج را دولت و بیمه پرداخت می‌کند. طبق آمار وزارت بهداشت از دیروز بیشتر از 3000 نفر دیگر دارای این بیماری تشخیص داده شدند و نزدیک به 140 نفر دیگر جان باختند. فیروزه اکبریان گزارش میدهد. الان اگه اجازه میدید بریم، اگه اجازه ندید برمیگردیم. بعضی به هشدار دولت درباره محدودیت‌های سفر بی‌توجهند. بعضی هم میگویند اصلا روحشان خبر نداشت. من نمیدونستم، دیروز رفتم الان امروز برگشتم. طرح فاصله گذاری اجتماعی با تمرکز بر محدودیت‌های سفر در ایران از دیروز اجرا شد. با این حال به گفته تلویزیون ایران در 24 ساعت گذشته تنها در 3 محور منتهی به تهران بیش از 1600 خودرو برگشت داده شده اند. امیدوارم هیچ وقت در این طرح شاید به دلایلی از این دست است که حسن روحانی از سختگیری‌های بیشتر گفت. از عزیزان خواهش شده که هر کس در استان خودش باقی بمانه و به استانهای دیگر سفر نکنه. این خواهشی بوده که شده و حالا اگر کسی هم بخواد این رو اجرا نکنه این بار یه مقدار سختگیرانه باش برخورد میشه، جلوش گرفته میشه. اگر بخواد مقاومت کنه، اگر بخواد گوش نکنه، خب مجازاتهای براش در نظر گرفته شد. رئیس پلیس هم از جریمه رانندگانی گفت که ممنوعیت رفت و آمد را نادیده بگیرند. 500 هزار تومان جریمه توقیف راه به مدت 1 ماه و به هر صورت مشکلاتی را برای اون راننده عزیز و سرنشینانش ایجاد خواهد شد. بر مبنای 20 فروردین مردم در نظر بگیرند. رئیس جمهوری ایران میگوید محدودیت ها تا 20 فروردین برقرار است و 15 فروردین بازبینی می شود. با وجود سختگیری‌های تازه، آمار مبتلایان همچنان سیر صعودی دارد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 3076 نفر به مبتلایان اضافه شده‌اند. جمع کل 35408 نفر. با مرگ 139 نفر از دیروز، شمار قربانیان حالا به 2500 نفر رسیده. در مجموع 11679 نفر هم بهبود پیدا کرده اند. هرچند به گفته بعضی از منابع بیمارستانی و نمایندگان مجلس آمارهای واقعی بالاتر از این ارقام است. رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا گفته ویروس کرونا از اوایل بهمن حدود 2 ماه پیش چرخش داشته. به گفته علی اکبر حق‌دوست موارد اولیه بی علامت بودند یا علائم خاصی نداشتند و شناسایی نشدند. از مقام‌های ایران همواره انتقاد شده که در مورد ورود کرونا به کشور اطلاع رسانی شفاف نکردند. همزمان امروز سخنگوی دولت از اختصاص بودجه‌هایی برای مقابله با کرونا گفت. بسته اقتصادی 100,000 میلیارد تومانی که در دولت بحث شده بود مورد تصویب ستاد ملی کرونا قرار گرفت. 8000 میلیارد تومان در قالب بسته معیشتی برای طبقات پایین اجتماعی که آسیب خوردن، بیکار شدن، اینها شناسایی شدن. امروز 9 فروردین است و تعطیلات نوروزی.
با وجود نادیده گرفتن هشدارها از سوی عده‌ای، کسانی هم هستند که ویروس کرونا را جدی گرفتند و در خانه مانده اند. نمونه اش در شمال ایران و این شهر که مثل شهر ارواح میماند. اما اگر قرار است که این دشمن نادیده شکست داده شود، همت همه را میخواهد، نه یک شهر یا یک عده. فقط به خاطر خودتونه، به خاطر ما نیست، به خاطر کشور ما از کرونا نجات پیدا کنه. داداش برگرد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار از مشهد با ماست. آقای مظفر، از اوضاع در مشهد بگید. سلام و درود بر شما و سلام بر هم مهنان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید و تا به این لحظه در خانه تعطیلات خودتون رو به خوبی گذرانده باشید. هر شاید به خدمت شما، من برای این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم پیش از اینکه وارد مساق مشهد بشم. مفاهیم متفاوت حقیقت در بین ایران و کشورهای دیگه جهان، مثلا مفهوم قرنطینه. حقیقتا در کشورهای دیگر جهان مفهوم قرنطینه این هست که مردم به هیچ وجه جز در موارد ضروری به اصطلاح از خونه نمیتونن بیرون بیان و باهاشون برخورد میشه، حتی برخورد قانونی میشه. البته دولت‌ها در کشورهای دیگر، خصوصا تو بعضی از کشورهای اروپایی، یک سری تسهیلات و امکانات رفاهی و اقتصادی به طبقات آسیب پذیر و اخشاری که ممکنه معیشتشون به خطر بیفته اختصاص دادن و بعد یک سری امکانات دیگر و زیرساختهایی هم فراهم بودی ها فراهم کردن برای اینکه افراد هرچه کمتر از منازلشون بیرون بیان و اصلا دلیلی داشته باشن برای بیرون آمدن از منازل. اما در ایران به یک شکل دیگه است که من اسمش رو شبه قرنطینه میذارم. اما در مشهد به عنوان یک از شهرهای بزرگ ایران که من خودم هم اینجا هستم و مشاهدات میدانی داشتم توی چند روز گذشته، اتفاقاتی که افتاده این هستش که کلیه پارک‌ها، بوستان‌ها و مراکز تفریحی، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها در واقع تعطیل شده، بسته شده. راه‌های ورودی به ییلاقات اطراف مشهد مثل ترقبه و شاندیز در واقع بسته هستش در حال حاضر، جلوش رو مسدود کردن، شهر خلوت‌تر شده و یک مقدار مردم جدی‌تر گرفتن. در واقع اصناف هم آمدن و همکاری کردن از جهتی که جدیت مسئله رو متوجه شدن که در صورتی که تعللی صورت بگیره این زنجیره انتقال شکسته نمیشه. توی یکی دو روز اخیر وضعیت مشهد چنین هستش و به دلیل اینکه این اصناف و این مراکز در واقع تعطیل هستن، مردم کمتری بیرون میان. آقای مظفر مقدم، قبل از شروع بحث قرنطینه حرف و حدیث زیاد بود، گویا عده زیادی از مردم به خاطر تعطیلات نوروزی در راه مشهد بودند، ورودی های شهر مشهد خیلی مزدحم بود، میدونیم بالاخره فصلیه که عده زیادی معمولا به مشهد میومدن. از این نظر آیا تغییری در شهر دیده میشه به این معنا که جدا مقابله ای صورت بگیره و مهمتر از اون، آیا اماکن زیارتی همچنان بسته هستند؟ از شاید خدمتتون که بله، اماکن زیارتی از جمله حرم امام رضا و اماکن وابسته به حرم از پیش از شروع سال نو، یعنی اصلا از 27 یا 28 اسفند تعطیل بوده تا به الان و اکنون هم گفته شده در واقع که تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که این وضعیت کرونا روشن بشه کماکان تعطیل خواهد بود. بنابراین ما شاهد این هستیم که اماکن مذهبی تعطیله. اما در مورد ازدحام مردم در ورودی های مشهد، همینجوری که در برنامه قبل هم من گفتم، متاسفانه ما شاهد یک کمکاری های زیادی بودیم، به طوری که 1,200,000 تا 1,300,000 نفر تقریبا وارد مشهد شدن و همینطور از خروجی های مشهد هم تعداد زیادی قاعدتا خارج شدن. این ورود و خروج ها باعث میشه که این زنجیره کرونا با شدت بیشتری ادامه داشته باشه. البته با توجه به تعطیلی کلی اماکن الان، من این رو پیش بینی میکنم، خب به حال یک سری مسافران نوروزی که وارد مشهد شدن، خب از مشهد برن بیرون. منتها بازگشت اینها باز به شهرهای خودشون باعث یک شیوع جدید و یک موج جدید میشه. این مشکل هم متاسفانه میگم مدیریت شهری و استانی مشهد و به اصطلاح عرضم بزرگتون که در این ایام اخیر متاسفانه نتوانست کنترل بکنه که شهر رو در قرنطینه کامل قرار بده. یعنی از زمانی که شیوع زیاد شد در اینجا، ورودی ها و خروجی های شهر به کلی مسدود بشه و افرادی که میخوان وارد بشن یا خارج بشن مورد بررسی قرار بگیرن. اونهایی که مسافر هستن اجازه بدن برن بیرون و اونهایی که میخوان وارد بشن جلوشون رو بگیرن. چون این اتفاقی نیفتاده. ممنونم از سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار از مشهد با ما. درود بر شما و ایام بکام. ممنون. و فرن تقی‌زاده همکارم از لندن با ماست. فرن، در شبکه‌های اجتماعی بحث این که مردم تا چه اندازه رعایت میکنن و
و نکاتی که آقای مظفر مقدم هم اشاره کردن محل بحث، کمی درباره اونها به ما بگو. بله، همونطور که الان مهمون برنامه هم بهش اشاره کرد، این هست که چقدر مشخصا از مشهد داشتن صحبت میکردن، در شبکه‌های اجتماعی از شهرهای دیگه ایران هم به این قضیه پرداختن و این طرح‌های جدیدی که مثل تردد خودروهای غیر بومی در شهرهای و استانها هم مطرح شده، خیلی دارن از مشاهداتشون مینویسن و اینکه آیا این واقعا داره کار میکنه یا نه. بسیاری از مشکلاتی که براشون پیش اومده نوشتن، این که دیروز هم بهش اشاره کردم و امروز هم همین جریان ادامه داره، این که پلاک های شهرستان ها اونهایی که در تهران دارن زندگی میکنن براشون مشکل پیش اومده، یا مثلا در اصفهان نوشتن که اگر در شهرهای اطراف شهر اصفهان هم زندگی میکنید به سمت شهر اصفهان نرین، به خاطر اینکه پلاک غیر از اصفهان رو راه نمیدن به این شهر. در مورد مشهد ما ویدیوهایی دریافت کردیم که خود بیننده ها و مخاطبین ما میگفتن که هنوز با توجه به اینکه فاصله گذاری اجتماعی هم هی دارن ازش صحبت میکنن، یا هشتگ های مثل در خانه بمانیم رو ازش یاد میکنن درون ایران، ولی هنوز خیابون های شهر ماشین توش زیاد دیده میشه و این براشون جای تعجب داشت. حالا اون کسی که برای ما این ویدیو رو فرستاده بود برای ما داشت میگفتش که من خودم سوپرمارکت دارم و مجبورم که سر کار برم، ولی این ازدحام زیاد دیده میشه. یک ویدیو دیگه ما دریافت کردیم که کم کم اینها رو شبکه‌های اجتماعی خودمون قرار میدیم در طول روز، مشخصا روی اینستاگرام بیننده هامون میتونن برن ببینن، اینستاگرام ما هست @bbcpersian، از قم برای ما فرستاده بودن به تاریخ امروز و حجم عظیمی از مسافرین این رو نزدیک حرم نشون میدادن که با چمدون‌های بسیار و حتی روی همدیگه تلمبار شده منتظر ماشین بودن و همین داشت اون فرد که برای ما اینو فرستاده بود باز اشاره میکرد به اینکه مگه نمیگن که قرنطینه است شهرها، مگه نمیگن که باید تو خونه بمونیم یا اینکه مسافر راه ندیم به شهر، ولی چرا اینقدر جمعیت زیاد هستش. در مورد فاصله گذاری اجتماعی مسئولین ایران هم یاد دارن میکنن و مشخصا از مترو و حمل و نقل عمومی صحبت کردن در تهران. در مورد این صحبت شده که آیا مترو مثلا تعطیل خواهد شد، تعطیل نمیشه، کدوم ایستگاه ها باز خواهد بود، کدوم ایستگاه ها بسته است. یک کمی بین شهروندانی که هنوز احتمالا مجبور هستن از این وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن بحث وجود داره و امروز اشاره شده به این که به خاطر دو مورد قرنطینه‌ای که انجام دادن و همینطور فاصله گذاری اجتماعی، تعداد ترددی که در تهران انجام میشه بسیار پایین اومده. در روز جمعه مثلا آمار دادن که از 180 هزار نفر که در روز جابجا میشدن از این وسایل استفاده میکردن به 80 هزار نفر رسیده. بحث پمپ بنزین هم بحث دیگه هستش که در شبکه‌های اجتماعی در موردش صحبت میشه که آیا تعطیل میشن 70%شون یا نه، که بعد تکذیب شد این قضیه، گفتن که این اتفاق نخواهد افتاد. یک اتفاق دیگه که درون اینستاگرام مشخصا خیلی داره بحث برانگیز میشه، سریال پایتخت است و بحث سانسوری که صدا سیما انجام داده و حتی خود بازیگرها هم شروع کردن به اعتراض کردن و اسکریپت سکانساشون رو منتشر کردن و میگن که چرا باید این سانسور انجام بشه. ممنونم از فرن تغزده. شهر ووهان چین بعد از 2 ماه از قرنطینه کامل خارج شد. این شهر 11 میلیونی منشأ اولیه شروع ویروس کرونا در جهان بود. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ به بزرگترین شرکت خودروسازی در این کشور دستور داده دستگاه‌های تنفس مصنوعی بسازد. پرهام قبادی نگاهی کرده به تازه‌ترین اخبار درباره شروع ویروس کرونا در جهان. ورود مسافران به ووهان، شهری در چین که منشأ شیوع ویروس کرونا در جهان بوده، حالا بعد از 2 ماه از قرنطینه خارج شده، اما نه کامل. فعلا فقط می شود به این شهر وارد شد، البته بعد ثبت مشخصات به دست مقام‌های بهداشتی. هنوز کسی اجازه خروج از این شهر 11 میلیون نفری را ندارد. در کره جنوبی که در آسیای دور بعد از چین بیشترین آسیب را از کرونا دیده، برای اولین بار تعداد کسانی که بهبود پیدا کردند از مبتلایان بیشتر شده. حالا مسافران آمریکایی و اروپایی که وارد این کشور می‌شوند، در این چادرها در فرودگاه آزمایش کرونا می‌دهند. این مراکز می‌توانند هر ساعت از 10 نفر تست کرونا بگیرند، که البته برای همه هم خوشایند نیست. در آن سوی کره خاکی در آمریکا، دونالد ترامپ با حکم حکومتی کارخانه‌های خودروسازی را موظف به تولید دستگاه‌های کمک تنفسی کرد. آمریکا حالا بیشترین تعداد مبتلایان به کووید 19، بیماری ناشی از ویروس کرونا را دارد. بیش از 100 هزار نفر از مجموع 600 هزار مبتلا در جهان.
آقای ترامپ جنرال موتورز ابرگروه خودروسازی آمریکا و جهان را به وقت تلف کردن متهم کرد و دستور داد این کارخانه هر چه سریعتر خط تولید دستگاه‌های کمک تنفسی راه بیاندازد. آقای رئیس جمهور، شما دیشب به موجه فاکس گفتید فکر نمی‌کنید به 30-40 هزار دستگاه کمک تنفسی نیاز باشه. بعد امروز جنرال موتورز رو مجبور به ساخت 10 ها هزار دستگاه کردید. خب فکر کنم احتمالاً ما به این همه نیاز نداشته باشیم. صادقانه فکر کنم به این همه نیاز نداریم. ولی میدونی چیه؟ یه عالمه آدمای دیگه هستن که بهش نیاز دارن. اگه بهشون نیاز نداشتیم میدیم به ایتالیا و بریتانیا. مثلا وقتی به بوریس جانسون گفتم حالت چطوره، اولین چیزی که گفت این بود که دستگاه کمک تنفسی نیاز داریم. اشاره آقای ترامپ به نخست وزیر بریتانیا است که دیروز اعلام کرد کرونا گرفته. اولین رهبر یک کشور در جهان که به این ویروس مبتلا شده. نه تنها خودش، بلکه وزیر بهداشت و مشاور ارشد پزشکی دولتش هم این بیماری را گرفتند. و این دومینیک کامینگز، مشاور ارشد بوریس جانسون، بعد از شنیدن خبر ابتلای رئیسش به کرونا، دفتر نخست وزیر را ترک می کند. البته با عجله. در بریتانیا مقررات منع رفت و آمد هر روز سخت‌گیرانه تر می شود. اما هنوز به شدت ایتالیا نیست که پلیس حالا پهپاد وارد میدان کرده برای رصد کردن متخلفان. پیشتر پلیس ایتالیا از هلیکوپتر و گشت‌های خیابانی استفاده می‌کرد. دیروز ایتالیا رکورد فوتی‌ها در یک روز را در جهان زد. 919 نفر در یک روز. در کشوری که بیش از 9000 نفر جان باختند. در لهستان که اجتماعات بیش از 2 نفر $1,200 جریمه دارد، این دو پلیس برای سرگرم کردن بچه‌ها در قرنطینه می‌رقصند. آن طرفتر در روسیه با اینکه قرنطینه عمومی وجود ندارد، قوانین سخت گیرانه تر وضع شده. فروشگاه ها، رستوران ها و کافه ها تعطیل شده و دولت از مردم خواسته 9 روز در خانه بمانند. این گروه موسیقی در شهر کازان روسیه برای بهبود حال روحی مردم آهنگ های سنتی روسی را با تم کرونا می خوانند. میگوید به تنها چیزی که فکر میکنم ماسک صورت است، چون کرونا همه جا را گرفته. پرهام قبادی، بی بی سی. حدود 70 زندانی از زندان شهر سقز در استان کردستان ایران فرار کردند. دادستان استان کردستان گفته 7 نفر از آنها دستگیر شدند و 2 نفر دیگر خود را تحویل دادند. بقیه همچنان متواری هستند. او گفته که زندانی ها از غفلت نگهبانان استفاده کرده و با نقشه قبلی فرار کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که نگرانی جدی از شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران وجود دارد. عثمان مزین، وکیل دادگستری از تهران. ما آقای مزین، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسیاری ابراز نگرانی میکردن از وضعیت کرونا در زندانها. در چنین شرایطی آیا میشه انتظار داشت که زندانیها اثر استیصال کاری کرده باشند از قبیل فرار کردن از زندان؟ ضمن سلام، البته روایت های مختلفی وجود داره در مورد نحوه فرار این زندانیان که مربوط به یک بند موسوم به بند سلامت که متهمین مواد مخدر و پرونده های کیفری در اونجا وجود داره. بعضی از اقوال میگن بعد از نهار بوده و بعضی از روایت ها هم اعلام کردن که 2 پزشک برای تست کرونا به زندان مراجعه کردن و از اون فرصت استفاده شده که زندانیان فرار کردن از زندان. البته شهر سقز از جمله شهرهایی که بیشترین مبتلایان به کرونا را داره به نسبت جمعیت و از همون بهمن ماه درگیر بوده و به تبع زندان اون هم که یکی از زندانهای بزرگ منطقه کردستان هست هم تعداد زیادی زندانی داره و همین که احتمال این میره که افراد زیادی در اونجا مبتلا به کرونا باشن، علل خصوص در زندان‌های مناطق کردنشین که نسبت زندانی به فضای زندان بسیار بالاست و بسیاری از زندانیان حتی تخت هم ندارن و رو زمین می‌خوابن و وضعیت ناگواری دارن که اون هم علل متفاوتی داره. اما بله، من معتقدم که شرایطی که وجود داشته و کمبود امکانات و اون شرایط ناگوار، به طب هر زندانی هم دوست داره که از حبس و زندان
نجات پیدا بکنه و مفری برای فرار پیدا بکنه، همه اینها دست به دست هم دادن که این زندانیان بتونن فرار بکنن. شورش زندان‌ها رو ما در هفته‌های اخیر در جاهای مختلف دنیا کم و بیش داشتیم، در ایران هم یکی دو مورد دیگه هم گزارش شد. آنچه که الان رخ داده نشانه تلقی میشه از این که نظم عمومی بسیار آسیب پذیره در جایی مثلا مثل سقز تحت تاثیر کرونا؟ بله، هم این هست. از چند هفته پیش حالت حکومت، حالت قرنطینه کامل و منع رفت و آمد در سقز اجرا شده است و دادگاه ها با نیروی کمتری کار میکنن، به طبع این مسئله به زندان هم کشیده و خود زندانبانان هم خودداری میکنن از نزدیک شدن به زندانیان و بسیاری از زندانیان هم امکان و شرایط برخورداری از مرخصی رو هم ندارن، وثیقه ای ندارن یا وثیقه ای که بعد برای اونها سپرده بشه وثیقه سنگینی هست و یا اتهاماتش متعدد هست، همه اینها وجود داره. به نظر میرسه که باید مسئولین قضایی ترکیب اساسی اتخاذ بکنن، هم در راستای ایمنسازی زندانها و انجام آزمایشات لازم و دور کردن افراد مشکوک به کرونا که زندانها ایمن بشه، و هم این در شرایط چند ماهه که ما قرار داریم بیان در اعطای مرخصی سختگیری ها رو نکنن، به صرف تأمین وثیقه یا خانواده اونها که مراجعه میکنن این امکان فراهم بشه. از یاد نبریم که در کردستان به دلایل مختلفی از جمله بسیار از کسانی که در زندان هستن، حالا اتهامشون قاچاق یا هر چیزی هست، کاشفکاران مرزی هستن یا کسانی هستن که در اون مناطق به کسابت مشغول هستن یا خیلی از رفتار عادی که در شهرهای دیگه جرم تلقی نشه، مثل فعالیت‌های فرهنگی در کردستان با دیده مجرمانه به اون نگریسته میشه، این باعث میشه تعداد زندانیان برن بالا. لذا اگر اون دیده سختگیری کنار گذاشته بشه شاهد این وضعیت ها نخواهیم بود. ممنونم از عثمان مزین، وکیل دادگستری از تهران. با افزایش شمار بیماران کرونا در افغانستان، دولت در حداقل 4 ولایت از جمله پایتخت کابل برای رفت و آمد روزانه محدودیت وضع کرده که محدودیت رفت و آمد دست کم در 6 ولایت افغانستان اجرا شده. کابینه دیروز طرز عملی تصویب کرد که از مردم کابل میخواهد در خانه بمانند و فقط در مواقع ضروری بیرون بیایند. مطابق این تصمیم تمام اداره های دولتی در کابل 3 هفته تعطیل خواهد بود. تا به حال ابتلای دست کم 110 نفر به کرونا در افغانستان تایید شده. یعقوب حیدری والی ولایت کابل با ما هستند. آقای حیدری، بسیاری میپرسند که چطور هست که در جهان اینقدر آمار کرونا بالاست ولی در شهری مثل کابل آمار پایینه، شما دلیلش رو در چی میدونید؟ خب اول تعال تستی که صورت گرفته اضافه تر از 1000 تستی که صورت گرفته، از همین 1000 تست 100 موردش مثبت بوده. به او لحاظ آماری که وزارت صحت عامه میده ما روی امو تاکید میکنیم و فکر میکنیم که ما کسایی که مبتلا به کرونا بودن اونا صرف کسایی بودن که از ممالک دیگه به خصوص از کشور ایران به افغانستان آمده. بسیار خوب. شاید این دلیلش باشه بلد. که آقای حیدری، امروز از امروز محدودیت های گشت و گذار در کابل اجرا میشه، چقدر آمادگی دارید که این کار رو انجام بدین؟ به این معنا که آیا پلیس، ارگان های امنیتی به چه شکل میخوان این طرح رو عملی کنن؟ قبل از همه ما میخواییم که از شهروندای کابل، از همشهری های ما هزار سپاس امتنان کنیم، از هم اونهایی که رعایت کردن امروز فراخوان ما را و همی طرح و مصوبه و فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بودن. کسایی هم که تخطی کردن ما امرایشان در طول روز کار کردیم، یکی آغاز صبح یک کم مشکل بود و کاملا برای مردم یک چیز نو بود که چیزی به نام قرنطین به یکی جای نرن در خانه ببونن، اما خوشبختانه تا ظهر ساعت 11 و 12 وضعیت خوب شد. حالا در سرکای کابل من خودم هم فاصله که در
40 دقیقه و 45 دقیقه می پیمودم، اون فاصله را تو با می تلویزیون شما، تلویزیون بی بی سی که می آمدی از ولایت کابل در 40 دقیقه نمی رسیدی، حال من در 5 دقیقه تا اینجا رسیدم. یعنی سرکا خالی بود و اکثریت دوکان ها، رستوران ها، هتل ها بسته هستند. بله یک تعدادی از بله بله آقای هیدری، خیلی خوب، از مردم خواستید که مردم خارج نشن از خونه هاشون، آیا حمایتی هم از اونها صورت میگیره؟ مثلا کسانی که کسب و کارشون لطمه میبینه؟ بله، برای از این پروگرام دولت روی دست داره، ما سر طرز العمل از این کار میکنیم که کسایی که متضرر میشن، اصناف، بعضی از فامیلایی که اونا واقعا مستضعف و متضرر هستن، بر از نو رسیدگی شو و بر از نو کمک کنیم. ممنونم از یعقوب حیدری، والی کابل، از استودیوی ما در کابل با ما. بابی واین، سیاستمدار و خواننده پاپ اوگاندا، درباره خطرات ویروس کرونا ترانه جدیدی منتشر کرده. او هدفش از خواندن این ترانه رو امیدهاش برای پایان ویروس کرونا با بی بی سی در میان گذاشته. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine. My name is Chiagolani Sentamo. من چیاگولانی سینتامو هستم. بیشتر با اسم هنریم بابی واین معروفم. من خواننده، فعال اجتماعی و نماینده مجلس اوگاندا هستم. من با لوبیانلی صحبت میکردم. فکر کردم که الان وقتش توانمون رو هم بذاریم. نتیجه شد این ترانه علیه ویروس کرونا. من میدیدم که کووید 19 عده زیادی رو در اروپا به خصوص ایتالیا میکشه. نگرانی من وقتی بیشتر میشه که تصور میکنم چقدر وحشتناک میشه اگه بیاد آفریقا، به کشورهای مثل اوگاندا، چه نظام بهداشت درمانشون ضعیفه، در اونجا جاها دیگه فاجعه میشه. این بیماری همگیر داره آروم آروم ولی پیوسته نحوه ارتباط ما انسانها رو از نو تعریف میکنه. ناگهان ما رو متوجه این قضیه کرد که همه انسانی ما آسیب پذیر. We are all human beings and we are all vulnerable. I hope that this song, like many other efforts. امیدوارم این ترانه مانند همه تلاشایی که میشه این پیام رو به مردم جهان بده که تک تک ما میتونیم نقشی اساسی در جلوگیری از شیوع این ویروس داشته باشیم. ویروس. The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. Kiramutu yevereremu. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری.